خوش اومدید به هارد تاک من استیون ساکر هستم امروز در سوئیس هستم در آزمایشگاه شرکت بین المللی که هر سال میلیاردها دلار درآمد داره با تولید و فروش یک محصول بسیار اعتیادآور و بالقوه مرگبار این آزمایشگاه متعلق به شرکت فیلیپ موریس اینترنشنال هستند، سازنده ماربرو و چندین مارک سیگار دیگه. مهمان امروز من مدیر اجرایی شرکت آندره کالنتزاپولسه. او میگه که فیلیپ موریس رو داره به یک آینده بدون دود هدایت میکنه. آیا این یک استراتژی تجاری هوشمندانه است یا بیشرمانه ترین ریاکاری؟ اندری کالانتزوپولوس به هارتاک خوش اومدید. ممنون از دعوت شما. با کمی تاریخ چی شروع کنیم. شما بیشتر از سی ساله که با فیلیپ موریس هستید و اون دورانی رو تجربه کردید اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه 90 میلادی که روشن شد فیلیپ موریس و دیگر تولید کنندگان به طور سیستماتیک درباره ماهیت سیگار و خطراتش به افکار عمومی دروغ گفتند. با وجود این تصمیم گرفتید با این کمپانی بمونید. چرا؟ You think <تصفح> چون اولا فکر میکنم تغییر از درون محقق میشه. دوما من برای روشن کردن موضوع باید بگم که فیلیپ موریس از سال 1999 خیلی روشن گفته که سیگار اعتیاد آوره و موجب بیماری و مرگ زودرس میشه. بعد سوال اینه که در این باره چه میشه کرد؟ فیلیپ موریس محصولاتی تولید کرده که خطر رو کمتر میکنن. And

قبل از هر چیز مردم هم سیگار رو میخرن پس یکی باید درزش کنه سوال مهم اینه که چه کنیم که لطمه سیگار کمتر بشه این مهمه که بدونیم مشکل سیگار تنباکو یا نیکوتین به خودی خود نیست بلکه احتراق اینکه ماده ارگانیک یا تنباکو سوزانده میشه و سمهای عامل بیماری آزاد میشه. all the diseases is combustion is the fact that we burn organic matter like tobacco that causes the toxicness that causes the disease so that technology is jadid rota mitun barak hasoni kesi gorotag nemikonan ma suloti pesin ke that suzuna not quit that do not combust. i understand that you want to portray philip morris as a company working towards. من میفهمم که شما سعی دارید چهره ای از فیلیپ موریس ارائه بدید که داره برای یک آینده بدون دود تلاش میکنه و رک بگم برای همین هم ما رو اینجا دعوت کردید ولی با همه احترام باید از هسته تجارت شما بگم که سال گذشته حدود 780 میلیارد نخ سیگار فروختید و شما به عنوان رئیس این شرکت باید با این واقعیت زندگی کنید که این محصول داره انسان ها رو میکشه امروز company that uh, <applause> هدفی که من سالها پیش تعیین کردم اینه که در اسرع وقت محصولات بدون دود رو جایگزین سیگار کنیم و این ترسیم چهره نیست واقعیت ما 6 میلیارد دلار برای ساخت و بازاریابی این محصول خرج کردیم و اگر به آمار نگاه کنیم <applause> If I get a couple of statistics to understand. آمار مهمه سال گذشته اونطور که من خبر دارم تقریبا 90 درصد اواید شما از سیگار بوده در واقع یه مقدار کمتر اما نکته کلیدی اینه که 14 درصد آیدی ما از این محصولات جدید بود و مهمتر اینکه 92 درصد بودجه پژوهشی ما صرف محصولات جدید بدون دود بود و نکته مهمتر این که اگرچه این جایگزین ها رو در کشورهای کمی ارائه می کنیم 60 درصد هزینه تبلیغاتی ما در سطح جهانی برای این محصولات بود. بنابراین با گذشت زمان سیگار از دور خارج خواهد شد و مردم رو قانع خواهیم کرد که محصولات جدید رو مصرف کنند. بگذارید به واقعیت های امروز نگاه کنیم شما دارید فروش و سهمتون از بازار خیلی از کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط را افزایش میدید روشنه که به عنوان یک کمپانی این استراتژی شماست که فروش سیگار در این بازارهای کلیدی روبروش را رو افزایش بدید درسته Yes? Well, this is not این درست نیست. اولا ما مدت هاست که در این بازارها هستیم. اینها برای ما بازارهای جدیدی نیستن. من okay. گفتم حضور نداشتید. گفتم خیلی سخت کار میکنید که حضورتون رو به حد اکثر برسونید. برای مثال، در اندونزی میلیون ها دلار برای تبلیغ یه سیگار جدید به نام فیلیپ موریس بولد هزینه کردید و روشنه که میخواهید این محصول سهم بیشتری از بازار رو بگیره تا سیگار بیشتری در اندونزی بفروشید. اولا اگر از جزئیات بازار اندونزی حرف میزنیم این یک محصول جدید نیست ما اسمش رو عوض کردیم چون داریم محصولاتمون رو در قالب یک برند فیلیپ موریس تثبیت میکنیم تا همه منابعمون رو به محصول جایگزین منتقل کنیم این سیگار جدیدی نیست Into the new so it's not new. شما برای تبلیغ و بازاریابی هزینه نمی مگر اینکه دنبال نتیجه باشید و بخواید که مردم سیگار شما را مصرف کنند. و در مقیاس کلان. Okay. First of all, that smoke in the world today. اولا یه میلیارد نفر در دنیای امروز سیگار میکشن و یکی باید بهشون سیگار بفروشه. دوم اینکه به نظر من نباید برتری و ترجیح دادن یک برند رو با افزایش مصرف قاطی کنیم. نیازی نیست به مردم یاد بدیم که سیگار مزره. خودشون میدونن. ولی اگر پولی صرف تبلیغات میشه که گفتم داره کمتر میشه چون داریم به سمت محصولات جدید میریم برای حفظ سهممون در بازاره. چون از نظر تجاری بی معنیه که تا وقتی مردم سیگار میکشن سهممون در بازار رو به دیگران واگذار کنیم. این طبیعیه. میه مثدیگهدر فیلیپین شهری به نام بالانگا تلاش داره ممنوعیتهای شدیدی علیه سیگار کشیدن جونها وضع کنه فیلیپ موریس همراه دیگر تولیدکنندگان بزرگ سیگار علیه این تصمیم وارد عمل شده. شدندچا the ordinances put in place in that Filipino city. Why have you done that? Okay. The particular case of Philippines is that the restriction is such in favor of that. <laughs> that this, is, this is covering all tobacco products. Let's be clear. And I want also to clarify ولی این محدودیت روشن بگم شامل همه محصولات تنباکو میشه و میخوام روشن کنم که اگر بین سیگار و محصولات بدون دود تمایز نگذاریم خیلی از قوانین محدود کننده ولی اینجا داریم درباره سیگار صحبت میکنیم بزن این حرف هم رو تموم کنم مردم در فیلیپین سیگار میکشن شما دارید شهری رو که سیگار کشیدن رو در اماکن عمومی محدود میکنه متوقف میکنید شما گفتید خواستار دنیای بدون دود هستید این دو با هم در تضاد این یه شهر خیلی کوچیکه باید به تصویر بزرگتر نگاه کنیم. این طور نیست که ما سالها مشغول این مشاجره باشیم. شما مدیر اجرایی این شرکت هستید. این ذهنیت شما را نشون میده. من در ابتدای مصاحبه به مناظره حقوقی در آمریکا اشاره کردم که نتیجه دروغهای مکرر رؤسای شما بود که میدونستند و انکار میکردند که سیگار اعتیادآور و بالقوه مرگباره و لاپوشونی کردند. سوال من امروز از شما اینه آیا هیچ درسی از این نگرفتید؟ چرا هنوز پول کلان خرج وکلایی می کنید که با محدودیت برای سیگار مقابله کنید؟ well, first of all, again, there is very... اولا موارد خیلی کمی هستند و این تنها یه مورد خاص و بحث اصلی نحوه بس... نوشتن قانونه که فروش همه محصولات تنباکویی رو اهم از حال و آینده ممنوع میکنه From sales. ولی به نظر میاد که شما هنوز باید با این جنبه اخلاقی قضیه روبرو بشید که شرکت شما سالانه بیش از 750 میلیارد نخ سیگار میفروشه در نهایت اینجا بحث اخلاق و رهبری در شرکت شماست از جورج باسرورت مدیر یک نهاد مقابله با سرطان در بریتانیا نقل میکنم بهترین راه برای اینکه فیلیپ موریس به مردم کمک کنه که سیگار رو ترک کنند اینه که تولید سیگار رو ترک کنه ساده است نه Is to stop making cigarettes. That's simple, isn't it? قطعا ولی اصلا منطقی نیست اگه فیلیپ موریس فردا تولید سیگار رو متوقف کنه فکر میکنی مردم سیگار رو ترک میکنن یا به سلامتیشون کمک میشه یکی دیگه بهشون میفروشه I think, I think impact, global... من فکر میکنم تأثیر عظیمی در بحث جهانی درباره سیگار خواهد داشت شما میتونید بگید که شرکت های دیگه جای شما رو پر خواهند کرد شاید در کوتاه مدت اینطور باشه ولی تصور کنید اگر با رهبری خودتون نشون بدید که حرفتون درباره آینده بدون دود فقط شعار نیست اینکه ما فردا تولید سیگار رو متوقف میکنیم چقدر تکان دهنده خواهد بود هدف ما از دور خارش کردن سیگار در اسرع وقته ولی هنوز افرادی هستن که سیگار میکشن با احترام گفتیم که کار شما در دنیا مخصوصا کشورهای فقیر نشون میده که این واقعیت نداره دارید فروشتون رو بیشتر میکنید نه فروشمون رو بیشتر نمیکنیم در بعضی کشورها چرا ما در این کشورها حضور داریم اما افزایش فروش نداریم فروش سیگار در همه جای دنیا داره کم میشه و ما با فروش محصولات جایگزین به کسانی که ترک نمی کنن این کاهش رو تسریع می کنیم. فیلیپ موریس یا هیچ شرکت دیگه ای سیگار یا استعمال دخانیات رو اختراع نکرده. افرادی هستن که سیگار میکشن. صرف نظر از وجود ما و ادامه خواهند داد. ما این بحث رو درباره کانابیس هم داشتیم. با اینکه هیچ شرکتی نبود که کانابیس رو تولید یا تبلیغ کنه مردم همچنان مصرفش میکردن پس باید واقعبین باشیم و بفهمیم که مردم اراده دارن و تصمیم میگیرن حالا وظیفه ای ما اینه که قانعشون کنیم که بهترین گزینه براشون ترک کردنه that people have will ولی برای اونایی که ترک نمی کنن باید جایگزینی ارائه کنیم. ولی ما هم به عنوان ناظر شرکت شما باید واقع بین باشیم و واقعیت اینه که 90 درصد عواید شما هنوز از سیگاره. مجموع عواید شما صدها میلیارد دلاره. اگر اشتباه می من رو تأثیر کنید. بسته پرداختی شخص شما سالانه 15 یا 16 میلیون دلاره. منافع شما چنان با سیگار در هم تنیده که براتون ممکن نیست ازش فاصله بگیرید. You are, so in are برعکس داریم ازش فاصله میگیریم. ولی خب منطقیه که گاهی این رو از من بپرسن من فکر نمی کنم اگه فردا تولید سیگار متوقف کنیم این هیچ تأثیری در سلامت عامه داشته باشه برعکس شرکت های غیر سیگارهای غیرمجاز سیگار های خواهند فروخت هدف من از دور خارج کردن سیگاره و گفتم که کاملا روی این محصولات جایگزین جدید متمرکز هستیم و اگر قانونگذاران دولتی هم نقششون رو ایفا کنن خیلی سریع به این هدف میرسیم سازمان بهداشت جهانی که شما تلاش کردید یه جورایی باهاش همکاری کنید جالبه که اصلا نمیخواد با شما سر کار داشته باشه و میگه صنعت تنباکو سابقه ای داره در مقابله سیستماتیک تهاجمی بیوقفه و پرهزینه با تلاشها برای کاهش مصرف تنباکو و این سیاستشون ادامه داره هدفشون تضعیف کاهش تنباکوست این رو سازمان بهداشت جهانی میگه. سازمان جهانی بهداشت و به طور خاص کنوانسیون مرجع برای کنترل تنباکو مشکلش اینه که توی دوراهی گیر افتاده. از یه طرف بین ایدئولوژی و از اونور با این باور که فقط با محدودیت میشه مشکل رو حل کرد در حالی که اعتراف میکنن که با وجود همه محدودیت ها در سال 2025 هنوز یک میلیارد سیگاری خواهیم داشت و از طرف دیگه شروع یک رویکرد علمی به مسئله دیدگاه من و خط شرکت اینه که باید به محدود کردن سیگار ادامه بدیم و تمایز قائل بشیم برای محصولات بدون دود که به طور بالقوه میتونن ضرر کمتری داشته باشن. اگر این تمایز باشه و دیگه نگیم تنباکو و نیکوتین همیشه بد هستن، اون وقت میتونیم قوانین متفاوتی هم داشته باشیم. And Then you have different کل این ساختمان و آزمایشگاهی که ما الان درش هستیم مأموریتش یافتن راههای جدید برای مصرف نیکوتینه. شما بهش میگید بدون دود و تلویحاً میگید که یک جایگزین سالمه ولی اصلا سالم نیست درسته. خب از سیگار خیلی سالم تره But it's still ولی هنوز مزرن right? ما هیچ وقت نگفتیم اینا بدون خطر هستن ما با افراد سیگاری باید خیلی سریح باشیم so a... پس چرا 6 میلیارد دلار روی محصولی سرمایه گذاری میکنید که از آن دارید همچنان مزره بسیار اعتیاد آوره و ترجیحاً مردم نباید مصرفش کنند سیگار خطر نیکوتین رو صد درصد میکنه چون همونطور که گفتم همراه با احتراقه و آزاد شدن سمها بهترین کار ترک کامل نیکوتینه اما یک میلیارد نفر چنین نخواهند کرد <تصحنت> <önemli> sort of cigarette... یک نکته اینه که این محصول جدید شما تنباکوی بدون دود به شکل نخ سیگار عرضه میشه و میره داخل یک دستگاه الکترونیک و تنباکو به جای سوختن گرم میشه ولی همه یافته های پزشکی نشون میده که سم همچنان وارد بدن میشه درسته <م imperfect> <sistingu princes> <تعالی> و شما به من میگید 6 میلیارد دلار روی این محصول سرمایه گذاری کردید چون از سیگار بهتره. بله واقعا از سیگار بهتره. چرا این پول رو صرف برنامه برای کمک, برای کمک به ترک کردن تنباکو نمی کنید؟ حتی برچسب های نیکوتین که اون سمها رو آزاد نمی کنند. جایگزین های زیادی هست اما شما همچنان میخواهید از فروش تنباکو و نیکوتین که به گفته خودتون خیلی اعتیاد آوره سود ببرید. Afford, from selling people Nikotine, highly addictive, your words. and سرمایه گذاری زیادی روی ترک کردن شده و سیگاری ها تقریبا با این تبلیغات بمباران میشن ولی واقعیت اینه که ترک نمی کنن سوال اینه که حالا چه باید بکنیم؟ وقتی so that's the, that's the so میگید بمباران منظورتون اینه که ما نه ولی بقیه منظورتون این اینه که منفی هستن <applause> نه مثبته دارم توضیح میدم که چه کار میکنیم ولی باید نتیجهش رو هم بسنجیم تا اینجا به مردم گفتیم که باید ترک کنن نه فقط ما بلکه همه دولت و دیگران مالیات رو روی سیگار زیاد کردن سیگار رو دیگه نمیشه هیچ جا دید تبلیغاتش ممنوع شده ولی همچنان افراد شروع به کشیدن میکنن و ادامه میدن And if want to پس دیدگاه من اینه که باید به این راه ادامه بدیم و اگه دولت ها بخوام با ما همکاری کنن خوشحال میشیم که سرمایه گذاری کنیم چون اگر تنهایی بریم جلو مثل گذشته متهم میشیم که میخوایم غیر مستقیم افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بدیم ولی همزمان باید به مردم جایگزین ارائه داد این در هر صنعت دیگری پذیرفته میشه هیچ محصولی در جهان کاملا بیزرر نیست حتی پنل های خورشیدی برای محیط زیست بیزرر نیستند فقط میگیم که از سوزاندن زغال سنگ بهترن پس باید کمک کنیم مردم به اون سمت برن ماشین های برقی همینطور من احساسات پیرامون این صنعت رو درک میکنم ولی چرا نباید به یک میلیارد سیگاری جایگزینی ارائه کنیم آیا درک می کنید چرا خیلی ها شرکت شما رو به ریاکاری بیشرمانه متهم می کنند. چون در حالی از تعهدتون به جایگزین بدون دود حرف می زنید که هر سال صدها میلیارد سیگار می و سود هنگفتی می کنید. نه از محصولات بدون دودتون بلکه از سیگار خب Is that آیا این ریاکاری نیست؟ all, accuse... اولا میتونم ما را به هر چیزی که میخوان متهم کنن چون اتهام زدن و انتقاد کردن هزینه ای نداره مهم اینه که باید کاری کرد و ما داریم میکنیم so روی محصولات جدید سرمایه گذاری میکنیم calculated... یک کمپین علیه سیگار برآورد کردی که از سال 2005 تا 2030 در یک بازه 25 ساله 130 میلیون نفر در کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط در اثر سیگار خواهند مرد. آیا این روی وجدان شما سنگینی نمیکنه؟ کنه؟ Is that on your... اولا آیا این شما رو ناراحت نمیکنه؟ روی وجدانتون احساسش می کنید. مهمه که بدونیم این محصولات جدید رو ما چهار سال پیش شروع کردیم و همین سال گذشته 13 درصد اواید ما رو تشکیل میدادن و در سه ماه دوم امسال تقریبا به 20 درصد میرسه همین حالا 11 میلیون نفر این رو جایگزین سیگار کردن این یعنی پیشرفت چون اگر مردم سیگار به و پیداش نکنن استعمال تنباکو قبل از پیدایش این صنعت شروع شد مثل اینه که بگیم صنایع عامل مصرف الکل هستن الکل رو بابلیها ها اختراع کردن چیزی در انسان هست که این محصولات رو میطلبه سوال اینه که چطور ضررشون رو کم کنیم و کمک کنیم سیگار رو ترک کنن چون 100 درصد خطر در سیگاره و بحث نباید این باشه که محصولاتی با ریسک صفر تولید کنیم بله در حالت ایدال من دوست دارم محصولی با ریسک صفر داشته باشم ولی اون وقت باید نه نیکوتین داشته باشه نه هیچ چیز دیگه‌ای میشه هوای داغ کسی مصرفش نمیکنه سوال اینه که چطور باید یک تعادل طلایی پیدا کرد که هم خطر بیماری ها کم بشه و هم مردم محصول رو بپذیرن تغییر از کسانی که انتقاد میکنن نمیاد از قانع کردن مردم به مصرف یک محصول متفاوت میاد quite substantially and at the same time is adopted by people. It's not me and people who criticize them are going to change anything in this world. It's convincing the people who smoke to do something difficult, different. Excuse me. So the focus of the discussion should be on conversation. I understand your corporate strategy. Let us end with a simple question. When will... I understand your company's strategy. Let's end with this simple Philip Morris International, the largest tobacco company in the world, چه زمانی تولید و فروش سیگار رو متوقف خواهد کرد ببینین من چه وقت من یک تاریخ میخوام یک چارچوب زمانی اجازه بدین حرفم رو تموم کنم در اسرع وقت I got, I don't have the power. ولی من به تنهایی نمیتونم این قدرت رو ندارم که صبح از خواب بیدار بشم و 160 میلیون نفر رو که سیگارهای ما رو مصرف میکنن قانع کنم که ترک کنن یا محصول جایگزین رو مصرف کنن من کی هستم یا منتقدا کی باشن که فکر میکنن یک میلیارد نفر به یک اشاره ما تغییر میکنن تلاش زیادی لازم شما به عنوان یه شرکت باید یک افقی داشته باشید پیش شما چیه چه زمانی <applause> تا سال 2025 ما میخوایم که 40 درصد اوایدمون از این محصولات جدید باشه و اگر قوانین هم تغییر کنم میتونیم سریعتر هم حرکت کنیم من مشکلی ندارم که ظرف 10 سال یا پنج سال سیگار رو کنار بذاریم از دیدگاه من قضیه ساده است بین محصولات تمایز قائل بشیم قوانین درست وضع کنیم همونطور که در آمریکا کردن بعد مشوق مالی یا غیر مالی برای افراد ایجاد می کنیم و در زمان مناسب که این محصولات جدید 50 60 درصد بازار رو گرفته باشن فروش سیگار رو محدود کنیم یا نیکوتین رو کم کنیم مثل چیزی که آمریکا میگه یا نیکوتین رو از سیگار حذف کنیم روی آوردن به محصولات جدید رو تسریع کنیم بدون پیامدهای ناخواسته برای رسیدن به این هدف نیاز داریم به همکاری بین دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی و شرکت فیلیپ موریس یا هر کسی که حسن نیت داشته باشه. نه این رابطه خصمانه که سیگاریا رو گیج میکنه و باعث ترک هم نمیشه فیلیپ موریس که خومور اف گود ویل و so شما 34 سال در سطوح بالای صنعت تنبکو کار کردید. آیا به صنعتتون افتخار میکنید؟ I think I'm proud of what we achieved as a over time these years. because again, من به نتایجی که شرکتمون در این سالها به دست آورده افتخار میکنم چون باز بگم همه میدونن که محصولات ما بیماری ایجاد میکنن ولی کسانی هستن که مصرفشون میکنن پس یکی باید ارزششون کنه وگرنه میشه صنعت غیرقانونی مثل ماریجوانا که حالا دارن قانونیش میکنن باید بپذیریم که سیگاری ها دارای اراده هستند و با حرف دیگران تصمیم نمی‌گیرند. پس باید به این اراده احترام بذاریم و قانعشون کنیم که سیگار رو ترک کنن. من خیلی افتخار می کنم به پول زیادی که در چند سال اخیر برای ساخت این محصولات جدید سرمایه گذاری کردیم. و میدونم که گذشته ما زیاد قابل دفاع نیست ولی گاهی باید اینجور بحث بین ما سازمان های و سازمان بهداشت جهانی رو فراموش کنیم. میتونیم بحث کنیم ولی تمرکزش باید روی این باشه که چطور یک میلیارد سیگاری رو ترک بدیم. به جای اینکه بی توجه به اونا با هم بجنگیم. باید debates between us پایان ببریم. ولی آندره کالانتزوپولوس خیلی ممنون که در هاردتاک شرکت کردید. خیلی متشکرم است.